علاقمندان کریپتوکارنسی یه بار دیگه بیایم سراغ مدل DCA ببینیم که این مدل سرمایه گذاری آیا فقط برای بیت کوین جواب میده یا برای ارزهای دیگه هم جواب میده و اگر برای اون ارزها جواب میده کدومشون بهتر از بیت کوین بازدهی داشتن خب سایت ها و شبیه سازهای مختلف توی اینترنت هستند یکی از اون خوباش این سایت هستش که لینکش هم براتون این زیر میذارم بعدا خودتون هم بتونید ازش استفاده بکنید وارد قسمت محاسباتیش میشیم ارز بیت کوین رو انتخاب کردم گفتم 100 دلار به صورت هفتگی از یک یک 2022 تا 11 8 2023 برای من سرمایه گذاری کن و حالا قشنگیش اینه که میتونه مقایسه بکنه با یه سری ارزهای دیگه من 19 تا ارز اول بازار به اضافه بیت کوین میشه 20 تا ارز اول بازار رو گرفتم به تاریخ 11 8 2023 و گفتم حالا توی این مدل بیا برای من بر اساس اسکیل خطی اینها رو برای من مقایسه بکن حالا اول از همه بریم سراغ این که ببینیم اصلا این سرمایه گذاری به چه صورتی بوده وقتی که بهش گفتم بیا این 100 دلار به صورت هفتگی برای من از این تاریخ سرمایه گذاری کن و تا اینجا برای محاسبش انجام بده اوورده گفته که 8400 دلار توتالی اومدی تو 84 تا استپ سرمایه گذاری کردی جمع کل سرمایه گذاری که انجام داده رو بیت کوین 33 میلیون 280 هزار ساتوشی بوده یا همون 33 صدم BTC و توی این معامله شما 1266 دلار سود کردی و معادل 15 درصده ما بیشتر بحث درصده برامون توی این موضوع مهمه وگرنه شما میتونید این 100 دلاری که این بالا نوشته شده رو بیان عوضش کنید بکنید یه دلار هزار دلار یا هر عدد دیگه اما نکته مهمش اینه که من اینو بیام مقایسهش کنم با سایر ارزایی که توی بازار هستن همونطور که مشاهده میکنید یه همچین به قول معروف نموداری به شما نمایش میده پورتفولیو ولیو اوور تایم در بازه زمانی مورد نظر و من وقتی بیام رو آخرین نقطه این کلیک بکنم یه همچین جدولی به من نمایش میده آخرین اطلاعات طبق محاسبات 7 آگوست 2023 هست و نکته جالبش این که خب بیت کوین 15 درصد بازدهی توی این بازه داشته که با این مدل سرمایه گذاری انجام شده اما وقتی که میایم بررسی میکنیم که بقیه ارزا چجوری بود بوده همونطور که مشاهده میکنید دوباره من برگردم به همین صفحه این قسمت آخر رو نمایش بدم میبینید که خب یه بار دیگه بزنم اینو آه. BTC با 15 درصد یک و یک دهم ده و هفته هم درصد بالاتر از اون TRX XLM BCH و OKB 78 درصد بیشتر از اون بازدهی داشته و این نشون میده که چقدر ارزهای دیگه میتونن توی این مدل خوب جواب بدن و خیلی بهتر از بیت کوین بازدهی داشته باشن همونطوری هم که مشاهده میکنید حالا من اینو عوضش هم بکنم شما تو زمانهای دیگه ای می میتونید اینو ببینید این الان دیتا ما مثلا توی این نقطه است من این نقطه دیگر رو انتخاب بکنم بازم میبینید این تغییرات بازدهی رو مشاهده میکنید توش من برگردم دوباره به نقطه آخر بالای این اینوست اماونت که 8400 دلاره XMR، اتر و لایت کوین رو میبینید که اینها هم بیش از میزان سرمایه گذاری که ما کردیم توی این بازه زمانی بازدهی داشتن ولی زیر اون دیگه این ارزا توی این تایم انتخاب شده بازدهی منفی داشتن پس در نظر داشته باشین که توی مدل دی سی ای حتما مهم هستش که شما یه مقدار تایم فریم بزرگتری رو ببینید یعنی به جای مثلا حالا من یک سال خورده ای گرفتم یک سال هشت ماه گرفتم شما مثلا باید زمانهای بیشتری رو بگیرید این نکته مهم تو دی سی ای هست و من اومدم حالا اینو تبدیلش کنم لگاریتمی البته فقط بیشتر تو نمایش دیتا برای شما متفاوت خواهد بود همونطور که مشاهده می‌فرمایید به این صورت هستش من لامسامو از توش فعال بکنم حالا اینم یه مدل سرمایه گذاریه که تو ویدیوهای بعدی بهش میپردازیم که آیا لامسام جواب میده یا دی سی ای و تو چه بازه های زمانی لامسام بهتر از DCA و بالعکس هست که خب اینا نکات مهمه توی سرمایه گذاری و میتونید از این روش ها برای چیدن پورتفوی انتخاب بکنید و اوورالی میبینید که یه سری ارزا بازدهیشون با این مدل به مراتب از بیت کوین بیشتر هست و پیشنهاد من اینه که روی موضوع یه مقدار فکوس بیشتری بکنید به از اون که توی ویدیو دیگه میام کلی تو از بر اساس یه سری فاکتور رو میام یه سری ارزایی رو پیدا کنیم با همدیگه که اینها بر اساس مدل دالر کاست اوریجینگ به مراتب بازدهی بیشتری از کل بازار داشتن و عملا این ارزا به صورت چرا خاموش دارن توی بازار حرکت میکنن پیشنهاد میکنم از این مدل استفاده کنید حالا جالبه مثلا من بیام این ویکلی رو بکنمش مثلا مانتلی و بیام ببینم که اون بازدهی 15 درصده به چه صورتی شد اومده یه مقدار بازدهی اومده, بازده اومده پایینتر بعد بیام اینو عوضش بکنم شد دوازده درصد بیام مثلا عوضش بکنم بگم مثلا دیلی برای من محاسبه انجام بده دیلی رو انتخاب بکنم اینا. خب بیایم پایین اینم همین تاریخ یک جولای بذاریم یک ژانویه ببخشید و بیایم دوباره محاسبه رو بگیم برامون انجام بده اینجا شد 16 درصد عملا تو بازه یک سال و هشت ماه گذشته یک سال و نیم گذشته 15 16 درصد دلاری بیت جواب داده که خیلی ارزهای دیگه ای بودن که به مراتب از اون توی این بازه زمانی بازدهی بالاتری داشتن این ویدیو رو سیو کنید برای دوستاتون بفرستین نسبت به درک بهتر دی و لامسام تلاش کنید اطلاعات بیشتری دست بیارید اینا روش های روش های بسیار خوبیه که به شما کمک میتونه بکنه که توی سرمایه و چیدن یه پورتفوی قوی موفق باشید ممنون که تا اینجا همراه من بودید موفق و پرسود باشید خدا نگهدار